من این رو اضافه بکنم، تحریم این صنایع چیز جدیدی نیست. آقای اوباما در سال 2018 میلادی در ماه مه به کل صنایع آهن و فولاد و مس و آلومینیوم ایران رو تحریم کرد که ضربه اقتصادی به ایران بزنه. حالا کاری که کردن میشه گفت دامنه این تحریم رو قدری به نظر میاد تنگتر کردن، این کمربند تحریم معاصره تحریم این صنایع رو دست روی شرکت های مشخصی گذاشتن به صورت که شرکت های بسیار بزرگ ایران هستن و میگن میلیاردها دلار برای ایران درآمد دارن. فراموش نکنیم صنایع فولاد ایران صنایع موفقی هست و به هر حال صادر میکنه، ایران صادر کننده فولاد هست و از این طریق به هر حال در راستای اون چیزی که فشار خط مشی در واقع خط مش فشار حد اکثری میخونند این گام رو برداشتند با افزایش با بالا گرفتن تنش.